به یاد خدا و سلام و عرض ادب دارم خدمت مسئولین نهایت عزیز و گرامی. امیدوارم همه صحت و سلامت باشه، بعد از آن دور از گزند روزگار باشین. به ادامه سلسله درس های مضمون راهبرهای مالی، این بار میرسیم به یکی از بخش های دیگر راهبرهای مالی که راهبر مالی بیلانس شیت از خدمت شما ارائه میکنم و امیدوارم که مسئولین عزیز ما در این بخش در ختم از درس یا در پایان از ویدیو شما توانسته باشین از راهبر مالی بیلانس شیت یک فهمی در حد توان خود را داشته باشین و این تشریحاتی که من میدونم در قسمت فهم شما یک کمکی کرده باشه. میپردازیم به بخش های راهبر مالی بیلانس شیت که اولین بخش راهبر مالی بیلانس شیت میگه راهبر بیلانس شیت یک راهبر مالی اساسی است که همراه با یادداشت های توضیحی مربوط به اطلاعات در مورد وضعیت مالی شرکت که شامل دارایی‌ها، دیون، حقوق صاحبان سرمایه می باشه. دقیقا همان طوری که همه ما می دانیم راپور بیلانس شیت یک راپوری است که وضعیت مالی شرکت نشان می ده، یعنی نشان دهنده وضعیت مالی شرکت می باشد در دوره های مختلف یا در ترم های مختلف، که این راپور شامل راپور دیون یعنی همون قرضیه می باشد و راپور سرمایه می باشد یا راپور دارایی های شرکت می باشد که در روی بیلانس انعکاس داده شده و اینا را ما واضح برای دیده میتونیم و از روی از این قضاوت کرده میتونیم که وضعیت مالی شرکت به چی وضعیت هست یا کارکرد شرکت چگونه بوده. دیگه چیزی که البته در این مورد میخواییم حدس کنیم در مورد وضعیت مالی شرکت تجارتی شامل دارایی ها، دیون، حقوق صاحبان سرمایه ارائه میشه، یعنی همین وضعیت مالی البته شامل دارایی ها، شامل دیون و صاحبان سرمایه میشه. دقیقاً نمیشه بیلانس همون رقمی که در گذشته خواندیم، دارایی ها مساوی میشه سرمایه جمع دیون مساوی به دارایی ها میشه. بنابراین یک چیزی کل اساسی هست که در روی بیلانس شیت ما دیده میتونیم، اما بعضی وقتا این دیون یا این سرمایه ها و این دارایی ها میتونه به دارایی ها یا به اقلام مختلفی خود تقسیم شود که اونا را باز ما به جزئیات به بخش های مختلفی از اونا را خود روی بیلانس دیدیم و مطالعه خود نمودیم که چگونه اینا روی بیلانس انعکاس میابد. از آنجایی که همه بیلانس شیت معرف وضعیت مالی شرکت در مقطع زمانی معین است، دقیقا وضعیت بیلانس شیت باید در قسمت بلحاظ زمانی هم باید ما تذکر بدیم که بیلانس شیت نشان دهنده وضعیت مالی در مقطع های زمانی، یعنی در دوره های زمانی مختلف است که آن را به صورت حساب وضعیت مالی نیز میگه، که یعنی او هم نشان دهنده وضعیت مالی میباشه. به همین خاطر است که این صورت حساب وضعیت مالی نیز میگویند. تاریخ بیلانس شیت تاریخ بیلانس شیت معروف است به پایان دوره گزارش مالی. دقیقا وقتی ما گزارشگری میکنیم ما در پایان دوره بیلانس شیت ما ارائه میکنیم، که در بخش معتقد که بیلانس شیت به مساوی عکس العمل وضعیت مالی است در یک تاریخ مشخص میباشد که صورت حساب مفاضلت به مساوی یک عملکرد مالی مسد در طی یک دوره زمانی مشخص است. دقیقا بیلانس شیت به مساوی یک وضعیت مالی است که یک تاریخ مشخص دارد، که البته ما اینجا اگر بخوایم تاریخ مشخص کنیم که شاید هم در آینده یا در درس ها تکرار شود، اما تاریخ سی قوس یا ختم قوس است، در آخر قوس، به خاطر از اینکه ما در ختم قوس تمام راپورهای مالی خورا، یعنی تمام کارکردهای مالی خورا بسته میکنیم، بالاخره راپور سالانه خورا یا راپور ختم دوره مالی را ارائه میکنیم. وقتی ختم دوره میگم ممکن ما گزارش هایی را ما در طول سال داشته باشیم، ولیکن در ختم سال تمام گزارش یک ساله خورا به عنوان گزارش سال یا گزارش دوره ارائه میکنیم. که البته اینجا چرا ختم قوس گفته، به خاطر از اینکه سال مالی افغانستان امور رقمی که ما میدونیم در ختم قوس سال مالی ما پوره میشه، که قبلا البته در 29 هود بود، حالا در تاریخ آخر قوس یعنی همون تاریخ 30 قوس است که راپور مالی ما بسته میشن. به می خاطر است که اینجا گفته که باید یک تاریخ مشخص باشه. تاریخ مشخص همین تاریخ، اما طوری که در فصل قبل اشاره نمود یا در فصل های قبل اشاره نمودیم که راپور های مالی از جمله بیلانس شیت دارایی عنوان باشد، که در آن نام صورت حساب مالی، تاریخ گزارش و شعبه مالی را بیان میکنه. راپور مالی بیلانس شیت
دارای یک عنوان می باشه، نام صورت حساب، تاریخ یا شعبه یا پایان دوره، همه اینا در عنوان راپور مالی مشخص می باشه. بحث دیگری که البته در این مورد خدمت شما عرض میکنم اهمیت و کاربرد بیلانس شیت که بیلانس شیت چه کاربرد داره و چه اهمیت داره و اینه چرا مهمه که ما ترتیب کنیم، اهمیت از کجاست، چرا اگر مهم نیست ما چرا ترتیب میکنیم، اگر مهمه چرا مهم است. دلیل اساسی از این اینه که میتونیم بیلانس شیت بگیم محصول نهایی و اساس راپور مالی محسوب میشه. محصول نهایی یعنی محصول نهایی که آخرین حرفی را که میزنه در خدمت راپور مالی همین راپور بیلانس شیت است که محصول نهایی شرکت میباشه و یک راپوری است که راپور نهایی محسوب میشه. یعنی در تمام نتایجی که در یک سال ما فعالیت میکنیم ما در قسمت راپور خود به عنوان راپور نهایی همین راپور بیلانس شیت خدمت شما ارائه خواهد کردیم. یعنی هر شرکتی همین کارا میکنه و از این طریق است که برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی استفاده میشه. وقتی ما میگیم راپور نهایی باید راپور نهایی یک تجزیه و تحلیل جا یک عملکرد یا وضعیت شرکت بررسی شود و که هیچ چیزی بهتر از بیلانس شیت نمیتونه این تجزیه و تحلیل و این وضعیت را بیان کنه برای شرکت یا برای دستاندرکاران یا برای کسایی که خواهان از این راپورهای مالی هست و در چارچوب از راپورهای مالی اونا تصمیم میگیره یا در بر مبنای یا بر اساس از راپورهای مالی تصمیم میگیره. هیچ چیزی بیان کننده شرکت به صورت درست و دقیق و حسابی نمیتونه بیان کنه وضعیت مالی شرکت مگر اینکه بیلانس شیت این وضعیت بیان کنه به صورت جامع و بسیار کامل. و از همین خاطر است که بیلانس شیت اهمیت خیلی زیاد داره. حالا اینجا امیدوارم که اهمیت بیلانس شیت همه درک کرده باشن. دیگه گپی که مهمه استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری با توجه به محتویات بیلانس شیت برای آن اهمیت خاص قائل است. بسیاری از تصمیم ها به اساس اطلاعات مندرج در بیلانس شیت مؤسسات اتخاذ میشه. دقیقا خیلی از کسایی از امو استفاده کننده های یا کسایی که به این نیاز داره از محتویات بیلانس شیت اونا چی کار میکنه؟ به محتویات بیلانس شیت یک ارزش خاص قائله، یعنی ارزش اساسی رو در محتویات بیلانس شیت قائله. وقتی ما میگیم دارایی، وقتی میبینیم دارایی تنها دیگه با یک قلم و دو قلم خلاصه نمیشه، ممکن ما انواع این دارایی ها را داشته باشیم. این جزئیات دارایی ها برای شرکت ها یا برای کسانی که اطلاعات میگیره خیلی اهمیت داره و بر مبنای از او تصمیم میگیره و بر مبنای از او پلان گذاری میکنه و برنامه ریزی میکنه برای آینده شرکت. بنابراین در این ارتباط خیلی مهمه بیلانس شیت که ارزش اساسی اقلام را بیلانس شیت میتونه بیان کنه و تمام تصامیم مطابق به مندرجات بیلانس شیت اتخاذ میشه. یعنی چی؟ هر آن چیزی که در بیلانس شیت انعکاس میده اینا بیان کننده تصامیمی است که شرکت ها باید بر ازو بگیره. یعنی همون مندرجات است که افراد یا دستاندرکاران یک شرکت میتونه قادر بسازه که اونا تصمیم درست و دقیق را بگیرن. اگر اینا نباشه ممکن اینا تصامیمی را بگیره که ممکن به سود شرکت یا به باعث بهبود در وضعیت شرکت نبیه. بنابراین این مندرجات که شامل همو اگر به صورت عموم بگیم همو لیبلتی یا همو دیون است و کپیتال همو سرمایه و اسید همو دارایی ها و همه سه قلم به صورت عموم در حقیقت تمام چیزایی هست که در روی بیلانس است. ولیکن به صورت عموم وقتی ما در روی بیلانس شیت شرکت میبینیم ما این سه قلم نمیبینیم، ما اجزای این سه قلم میبینیم و چگونگی وضعیت از این اجزا در روی از روی انعکاس یافته و خوشبختانه که میتونیم بر مبنای از اون ما بفهمیم که این شرکت به چی وضعی هست و بر مبنای از این ما چی کار میکنیم تصامیم اتخاذ میکنیم و از این خاطر خیلی اهمیت خاصی قائل هم. البته که ما قبلا هم عرض کرده بودم اون فرمول بیلانس شیت که دارایی ها مساوی میشه و بدیهی ها و جمع سرمایه، اینجا امون را ما تا یک شکلی به نام عناصر بیلانس شیت مورد مطالعه قرار میدیم و او را میخواییم که در اینجا به یک شکل یا به روی شکل نشان بدیم که یعنی شکل از این چه قسمی هستم. عناصر بیلانس شیت امون عناصر اساسی معادله حسابداری هست که در روی بیلانس ما میبینیم. شما اینجا میبینین در قسمت راست از دارایی ها هست که دارایی یک شکلی هست یا دو کسگک شکلی کسمانند نشان داده شده. مسئله عزیز میتونه این در روی سلاید به صورت واضح ببینم که این گفتم مساوی میشه و اینجا بدهی یعنی اما قرضات. چرا اونجا یک شکلکی از چیز آورده که نشان از یک وضعیت
بدهکاری یا امو بدهی یا قرض یا دیون میگه که البته امو لیابلتی هسته یا قرضه هسته که من صورت واضح بگم. این بدهی یا این بدهکاری یا امو دیون یا امو لیابلتی قدی چی یک جای میشه؟ قدی سرمایه. اینجا حقوق صاحبان سرمایه را دیدن که به یک شکلهایی داشته که یک صاحبان سرمایه که در حقیقت امو بخش سهمدارها هسته یا امو سرمایه هسته که در حقیقت ممکن ما اینجا وقت سرمایه حقوق صاحبان سرمایه چون کلمه جمع ممکن صاحبان سرمایه یک فرد نباشه یا مثل یک شرکت سهامی باشه که افراد خیلی زیادی در یک شرکت مالک یا صاحب سرمایه باشه که در حقیقت همین صاحبان سرمایه چقدر پول پرداخت کرده و چه مقدار پول دیگه قرض گرفته تا اینکه یک شرکت تأسیس شده و فعالیت آغاز کرده و از او چیزی ما به نام دارایی ها داریم به سمت راست. شما این شکل ها را میبینید که در طرف چپ از این علامه مثبت است که یعنی سرمایه جمع دیون یا قرضداری مساوی به دارایی میشه. پس در اینجا چیکار شده؟ ما البته در محاسبات فارسی این یک شکل گیره داریم که ما بیشتر دارایی ها را به سمت راست نوشته میکنیم و سرمایه و بدهی ها را به طرف چپ، اما در انگلیسی البته جایز تبدیل میشه که دارایی ها را معمولا به سمت چپ نوشته میشه و سرمایه و لیابلتی به سمت راست. البته این فقط در فرق نمیکنه ولیکن ما بیشتر اینجا روی ماهیت یا کارکرد از اینا توجه میکنیم نه در سمت از اینکه چرا این رقمی. البته این در قسمت فارسی و انگلیسی یک عرف و حدیث های خود خوره داره. این بود کلی عرف و حدیث هایی که البته خدمت شما در ارتباط به راپور بلانشیت زدیم. بلانشیت هم وضعیت مالی را نشان میده که در یک دوره مالی که وضعیت مالی چیگونه یا بالاخره تصامیم میره ما بر مبنای بلانشیت اتخاذ میکنیم و بلانشیت هم چیزی که دیگر در بلانشیت مهمه یه که در ختم سال یا در ختم دوره باید رو ما در نظر بگیریم که ختم دوره میتونه امو قوس باشه و البته در گذشته یهود بود حالا بلا تغییر سال مالی این تغییرات به وجود آمده که ما ایره در ختم ماهی قوس میتونیم بسته کنیم و دیگه اهمیت از یک چرا مهم بود امو رقمی که شما دیدین که تمام تصامیم و تمام تصامیم یا پلان هایی که ساخته میشه بر مبنای امو مندرجاتی که در بلانشیت هسته و او را در نظر میگیریم. دیگه بحثی که البته در قسمت محتویات هزی هسته امو محتویاتش خیلی ارزش داره برازی. دیگه گپی که البته مهمه ایه که بلانشیت اما قدر مهمه که وضعیت مالی را به صورت شامل و کامل و به صورت جامع و بسیار مشخص بیان میکنه که خیلی گپ خوبه. و در ختم عناصر بلانشیت که ما در خدمت شما عرض کردم که همون فرمول بلانشیت هست که ما در فرمول داریم که اسید مساوی میشه به لیابلتی پلاس کپیتال هست و او را ما به یک شکل دیگر اینجا برای یک اشکال نشان دادیم که امیدوارم که شما در این مورد از این چیزی از این درسی که من البته خدمت شما عرض کردم چیزایی را آموخته باشین و همون تو کم کم میرسیم به پایان درس. از شما تمنای زیر دارم که شما تانسته باشین از یک چیزی خوبی رو برداشت کرده باشین و ما هم تانسته باشیم یک کمک در حد توان در قسمت ارائه مطلب در به شما ارائه کرده باشیم و کمک کرده باشیم شما را و من الله توفیق تشکر مسئله نهایت عزیز.